آیا به توانایی افرادی که اونها را ناتوان میشمرید توجه کردید؟ امروز با یک مصداق زنده به این حقیقت میرسیم که معلولیت نه تنها دلیلی بر ناتوانی نیست، بلکه گاهی توانایی افراد معمولی به مراتب کمتر از همونهایی که شاید شما اونها را ناتوان بشمرید. خانم مهتاب علی محمدی عمری است کمی عشق و ذره ای اراده بر زندگی خود تابانده، گرچه گوشهایش نای شنیدن ندارند و چشمان پرفروغش بیسو شده، اما کلامش هنوز میبارد مثل باران، مثل امید، مثل پیامی برای همه انسان ها. ما انسان ها در درونمون نوری فراتر از اون چه که در ظاهرمون هست وجود داره که ما رو به اصطلاح هم به سمت مقصد هدایت میکنه. این نیروی جرأت در آدم زنده میکنه که حتی زمین و زمان رو میشه باهاش به مبارزه طلبید. این دانشجوی پرتلاش به وسیله حس لامسه با محیط خود ارتباط برقرار میکند و به زبانهای انگلیسی و ایتالیایی مسلط بوده و به زبان فرانسه نیز آشناست. خانم علی محمدی که حتی به دلیل نداشتن امکانات از یادگیری خط بریل محروم بوده است، در مواجهه با مشکلات با سعی، تلاش و توکل بر خدا تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده است. سوال کنید برای اینکه به این نقطه برسی چه مشکلاتی رو پشت سر گذاشتی؟ من که دارم دانش آموزیم رو در شهرستان کوچکی از همدان گذروندم، از هیچ نوع امکاناتی که سایر معلولین در مدارس مخصوص در شهرهای بزرگ داشتن برخوردار نبودم و از اونجایی که از یک خانواده روستایی و کشاورز بودم حتی نمیتونستم مطلع بشم از اونچه که در شهرهای بزرگ در مدارس مخصوص میگذره. به خاطر همین از همون آغاز زندگیم، از همون اوایل دوره دبستانم راه مبارزه با شرایط و مشکلاتم رو در پیش گرفتم. دوران دبستانم بود که مطلع شدم از خدمات مدارس شبانه روزی تهران، اما این زمانی بود که این مدارس اعلام کردن ظرفیت پذیرش ندارن. این لحظه درک این واقعیت بود که من برای مبارزه آفریده شدم و تنها سلاح هم همون نیروی درونیه. بله، توکل به مبدأ هستی، تلاش و صبر و بردباری از جمله عوامل موفقیت این دختر جوان هست که امروز به عنوان الگویی برای جوانان ما شناخته شده، تا اینکه جوانانی که در مواجهه با مشکلات زندگی دچار یأس و ناامیدی شدند با رد هر گونه تردید برای داشتن آینده روشن از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. من برای مبارزه آفریده شدم.